برای گفتگو کامبیز غفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین الملل از یوسکولا در فنلاند همراه ماست. آقای غفوری، یک مؤسسه اطلاعاتی اسرائیل با انتشار تصاویر ماهواره‌ای مدعی شده که تأسیسات سازمان انرژی اتمی ایران در کرج در جریان حمله پهپادی در دوم تیر ماه خسارت دیده. چقدر اطلاعات داریم در این رابطه؟ پیش از این اطلاعات زیادی منتشر نشده بود در مورد فعالیت‌های هسته‌ای در کرج؟ اطلاعات بود اما جسته و گریخته بود و بسیار محدود. از همون اوائل دهه 2000، سالهای 2001-2002 که سازمان مجاهدین خلق آمد و این برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو گفتند که افشا کرده و از اون زمان در واقع رویارویی جمهوری اسلامی با جامعه جهانی شروع شد، این به اشاره شده بود که در کرج قطعات سانتریفیوژهای نسل اول تولید میشه. خیلی دقیق نبود. ظاهرا اسرائیلی‌ها یک سری هم نقشه‌هایی داشتند که از می‌دونیم که سال 2018 از تهران سرقت کرده بودند در یک عملیاتی که خب بعدن خیلی هم سر و صدا کرد، اما به صورت عمومی خیلی آشکار نبود. همونطور که شما گفتید، این ساختمانی که مورد نظر هست احاطه شده در یک قسمتی از آزادراه کرج قزوین، احاطه شده با چند کمپانی داروسازی، یک کمپانی داروسازی که نمایندگی یک شرکت دامارکی رو هستند داره و یک کارخانه شفامد در قسمت دیگریش هست، احاطه شده با چند کارخانه که هیچ ربطی به ساخت سانتریفیوژ ندارن. اون چیزی رو هم که الان اینترلب منتشر کرده دقیقا همان مکان است. گفته میشه که قطعات ساخت سانتریفیوژ از سالیان گذشته در اونجا ساخته میشده و میرفته جای دیگری اسمبل میشده، سرهم بندی میشده. به هر روی گفته میشه که آنجا مرتبط است با برنامه هسته‌ای ایران، مواد هسته‌ای اونجا نیست ولی قطعات ساخته میشه در اونجا. عکسی هم که تا منتشر شده، یه بخشش که عکس ماهواره‌ای است که به صورت عمومی در اختیار هست، یعنی کسی برود و اون طول و عرض جغرافیایی رو در گوگل مپ هم چک بکنه میتونه ببینه. هنوز هم در واقع تصاویر سال 2001 در گوگل مپ هست اونجا و سقف اون ساختمون نشون داده میشه که دست نخورده است. در تصاویر ماهواره‌ای که منتشر شده این سقف خب دچار آسیب شده. و نکته بعدی این که سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفته که این کشور به زودی یک نسخه جدید و بروز شده از طرح روسیه امنیت در خلیج فارس رو به کشورهای منطقه ارائه میده. آیا این تفکیک که مسائل هسته‌ای و منطقه‌ای در رابطه با ایران با استقبال غرب به نظرتون مواجه میشه؟ ببینید، بسیار سعی کرد جمهوری اسلامی چنین کاری رو بکنه. سعی کرد از همون اول در سال 2015 که برجام تصویب شد، قبلش بسیار تلاش کردن تیم آقای ظریف که مسئله اتمی رو بگن آقا این جداست، بیاین سر این به توافق برسیم، بعد بریم مسائل موشکی منطقه‌ای و مسائل ماننده این رو حل بکنیم. و وقتی که برجام شد، آقای خامنه‌ای در واقع به نوعی زیرش زد، گفت برجام دو و سه و اینها دیگه نداریم. برای حل چنین مشکلی الان غرب داره در واقع فشار میاره، میگه نه، یک پکیج هست رفتارهای ایران، اینا باید همزمان با هم حل بشه. البته بازگشت به برجام رو تفکیک میکنه ولی سایر موارد رو به صورت زنجیره‌ای متصل به این مسئله میدونه، میخواد همه رو با هم حل بکنه. جمهوری اسلامی سعی میکنه زیر بار نره، مخصوصا زیر بار مسائل موشکی و مسائل منطقه‌ایش، مسائل حقوق بشر هم که خب هرگز زیر بار نرفته. روسیه به نظر میاد که اینجا آمده از موقعیت به نوعی سوء استفاده بکنه، هم مسئله رو بین ایران و غرب حل بکنه با ارائه یک سری پیشنهاد، همین که نفوذ سیاسی و استراتژیک خودش رو در منطقه خاورمیانه افزایش بده. روسیه دهه هاست، حتی از زمان شوروی هم می‌خواسته این کارو بکنه، موفق نشده. الان در سالیان اخیر هم سعی کرده که در جاهای مختلف خاورمیانه اثرگذاری سیاسی بکنه، سعی بکنه یه قدرت نرم ایفا بکنه. تلاشش رو میکنه روسیه. باز هم من فکر نمیکنم غرب چندان روی خوش نشون بده، به خاطر اینکه همونقدر که از نفوذ جمهوری اسلامی میترسه، به همون میزان هم نگران نفوذ مسکو از جاهای مختلف خلیج فارس. ممنونم کامبیز غفوری.